دیدی؟ نه. باز خورما چیکار میکنم؟ خانم گوشت بره با دنبه. اینم از شربت سکنجبین ما که میتونیم توی سفره افطار ازش استفاده کنیم، با یکم خیار رنده شده. سلام به همراهان گلم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز 13 فروردین سال 1401 هست. ما ترجیح دادیم که امسال دوره هم باشیم خونه ماما اینا، بیرون نرفتیم. بعد الان گفتم شما هم دوست دارید از حالا هوای 13 به در حالا ایران بگیریم، بریم هم یه سر ببینیم بیرون چه خبره، هم براتون فیلم بگیریم. اینجا حیات مامانینا، صدای پرنده ها خیلی به نظرم جالب اومد، گفتم فیلم بگیرم شما هم ببینید. درخت ها هم دیگه جوونه زدن کم کم، ببینید این درخت گردوه که تو حیات مامانینا است. سلام، احوال شما؟ امیدوارم که حالتون خوب باشه. ما امروز خونه بودیم، بیرون نرفتیم، حالا گفتم با دختران بریم بیرون یه دوری بزنیم و ببینیم چه خبره. بیاییم با اجازه. ببینید چه خیابونا خلوت اینجا فعلا. یه خانومی هم دیدیم ما تنهایی، ببینیم جایی میره برسونیمشون. دنده عقب میریم، بکنم عصر اینجا شلوغ بشه. سلامت خانم. هاش خانم هم قسمت شد که با ما بیاد، میگه من تنها هم تو خونه تنها بودم، گفتم بیام پارک یه دور بزنم. بچه جالب که ما ایشونو دیدیم، گفتیم ما هم خواستیم بیایم پارک یه دور بزنیم، پس با هم میریم و میرسونیم بهتون خونه. هوا چه خوب شده؟ خیلی حالا هوای خوبیه اینجا، واقعا هوا هم خیلی خوب شده، نه سرده نه گرمه.
اینه که جمعیت زیاد اومدن یاد قدیمای خودمون میافتن. با عمونا قرار میسشتیم جمعیتی میرفتیم 13 به 10. اینجا چند تا قسمت شکوفه‌هاش صورتیه. صورتی فکر می‌کنم برای میوه ها باشه. شکوفه‌های صورتی میوه‌ای مثل مثلا شوهرم میگه شفتالو میدونم. حالا اگه پیدا شد نشونتون میدم. این هاست که گفتم شکوفه‌های صورتی. من نمیدونم چرا انقدر دوست دارم صورتی هستن. یه چیزی که خیلی خوشحال شدم این بود که من هرچی که نگاه کردم دور هم نشستن و بالاخره حالا وسایلش رو پنگ کردن، اصلا زباله اطرافشون نبود یا کیسه هایی گذاشتن زبالهشون توی اونجاست، اصلا اطراف زمین چیزی نریختن. قبلا اینطوری نبود. آفری. قدیمی ها چون اینجوری بودن غذا رو صبح میذاشتن ما همینجور اصلا دیگه نیستم دیگم دارم میفز میگه تو حتی کرد آچه و من دیگه این میکنم شبان میکنم صبح بشیرم امام هشت آخا ما یه بار یا با هوا پیما میرم یا با خطا بچه ها میگیرم بلیت برم
اگه هواپیما باشه هواپیما اونجا من میان جلو آمیلان برادران اونجا هم کرمان میان جلو تو پرو دیدی؟ نه باز خورمه چیکار میکنم خانم گوشت بره با دنبه بار میکنن با نخود درست هم میریزن پاش بعدشم نخودا که پا گوشتا نیم پس شد سیب میریزن سیب که ریختن این تقریبا میره آبش مثل خوره جا بیفته جا که افتاد یک کشک میسابن کشک تیل غلیز یعنی خیلی آبچی نبود خانم اینا رو میکوبن با گوشکو اگر بدون اینا چی ها راسته سیر ده تا چیز کله سیر اینا من توش میکنم نصف کله هم خام میکنم بعدش اینا رو که با گوشکو ده شد این غذا کرمانی این چشکار میزن تی اینا من این چشکار این قلوبر روش بخور چقدر خوشمزه ما میگیم بزبا بوزبا اسمش ها بوزبا با نون میخورن با نون دیگه با نون میخورن با یه نوع غذاش دیگه چی خدا اینا که نوبره میگم به شما اونا دیگه ما نداریم اون که همه جا هست اون که معمولی کشکم خودم میسابم کشک کرمو بردم خانم من اصلا بازار نه آب غوره نه آب لیمو نه آب ناره اینا عمرن نمیخرم اینا خودم میگیرم همه رو خودتون میگیرم همه اونو میگیرم دونه میکنم میشورم آبشیرم میدم میگیرم میارم صاف میکنم تو بطرا هنوز 8 بطر دارم ماشاءالله با سلیقه شما اصلا من ترشیجات بیرون ابدم دوست ندارم ماست خودم میبندم پنیر خودم امام من نخانم خدیری بابا رو میدیم باز غذا ها خوب، روغنا خوب، محلی آش چی داره مادر؟ آش آشی کرمون ما میگیم شولی شما میدونه چی با آرد اون میدونی چی کار میکنه اون آب میگذارم با اسفناج تمام سبزی جا پره مثلا گشنی جعفری دیگه به شما عرض کنم همه جور سبزی اینا رو خورد میکنم با اسفناجش بیشتر یه آبا که جوش اومد کنم اینا رو میزم سبزی ها که پخ آرت میگیرن چیز میکنم نمیزنن گوله گوله با علک چیز میکنم علک رد میکنم رد میکنم رد میکنم دون دون تقریبا میبار نم داشته باشم بعدش این سبزی ها که پخ حبوبات هم همه حبوبات میریزن توش بعدش این آرتار میزنن میبا بزنی تون تون هم لوک نکه میزنم وقتی بعدش هم حبوباتار میریزن جوش میخوره پیاز داغ فرامو سیر داغ آخر بار بروشو خیلی به امام زمان محلی از این حلبایی که سرشوی قدرون بود حلبا بزرگ بله 17 کیلو یا دیده بوده اونجا روغنا خوب یا گوسن یا گاه میوازن دیگه خانم ما بزرگ تغذیه من میدونی همش اینجور بود غذا قدیم مقوی بوده چون من الان خیلی جور مونده آره دیگه یعنی دوری اخصوانه من پوچه دور به امام زمان شما اشپز قابلی بودی بله حسابی الان هم تجرباتو در اختیار ما بذاری خیلی خوبه پاچ خانم بلد بود اخمار میزنه توش خانم میگن موکو آخه اصلا ما نمیدونستیم همچین چیزی رو ببین خوب برگاش اینجوری درازه خودش در میاد اینا هاش خانوم ای خودش در میاد ها بهار در میاد تخمش میریزه بله میگن هم با سرخ کنی تخم مرغ بزنی داخلش خوبه هم که مثل سبزی پلو میگن بپزید با گوشت یا مرغ بذار من برای بچرم چون غذای کرمانیه درسته غذای کرمانیه ها اینم یه نوعیه ها دستتو بده من آرش کنم نه یه بدم بچه میگن به هوای اینا من بیشتر اومدم بخواهی تزایید من میچینم سخت بیا
یه پلو بشه. بذارید من میچینم سختتون شما اونا رو من برم. شما نمیخواد این زنه از این طرف برم. ببین هیچ هیچ کس دواله نمیدیزه هر کسی رفتی هم کرد رفت من دیدم دواله نمیدیزه هاش خانم میگه من از خونه که اومدم بیرون دعا کردم یه کسی به دورم بخوره منو ببره پارک که شما یه چیز خوبی بود هم طرف شد خدا اگر بخوام خلق اگر بخوام یه حرف دارم مادر میدونم یه چیز خوب با شخصیتی به دورم بخوره من سوار بشم برم اصیل نجی همه یورم شد سلامت بشم اونو خدا بشم منم آجم حالا میرم زمین سیده میکنم آخه چون شما دیدم آره امام هست قربونت شما هم شما دیدیم خدا هفت گوشم تیر خدا ما هم خوشبخت شدیم شما دیدیم که شما به طولم خدا رو خدا رو خدا رو خدا رو خاشی خواستم تا ایجی به من داده به هم آره خدا رو شد اینم خواستم داده خداش خدمت شما شماره رو افتاد رو گوشی شماره ما افتاد تو گوشیتون آخه خیلی خوب شما هم داره شما اسمتون گفتید عفت خانم بری چاره میزونه فوری میگیر کرمون خانم بله مثلا پروانه تهرونه دختر دختره نوتون میزونم سه فوری پروانه بر میدار سه خوب خدا یک دو سه دیگه نه از شماره بگیری یک از دوستان موی کار کرد کرمون سه خوب به گو میخوای اگر افر خانم این دور چشم چیز میبینه یا مثلا اشتباه میکنه اشتباه بگیری همه تا میگیرم میگه اشتباهی تا میگیرم میگه ایجور نخانه چه خوب آن شما ما اگر ایجور بشی خیلی خوبه آسو میتونم بگیرم حال داره واسه درست میکنم حال داره بزرده چون شما دیدم و امام زمون مثل از عمرم زیاد شد ما هم خوشبخت شدم شما رو دیدیم به حضرت سیده چون همونی از خدا خواستم خدا سرام بوده شما دیگه از این بهتر خانم سلامت بشه خب حالا بریم سراغ شربت سکنجبین که عضو ثابت 13 به در هست من میخوام این شربت سکنجبین درست کنم در کنار شما دوستان برای شربت سکنجبین ما یک لیوان آب داریم یک لیوان شکر نصف لیوان سرکه و زعفرون حالا شما میتونید این شربت رو با نعنا هم درست کنید اگر نعنای تازه دارید یک دسته نعنا هم میتونید استفاده کنید برای این مقدار تقریبا 200 گرم که بشورید و با نخ ببندید و وقتی که داره شربتمون درست میشه بندازید داخلش که آخر سر بیرون بیارید من الان نداشتم استفاده نمی کنم ولی اگر داشته باشید بهتره ما اول شکر رو میریزیم داخل ظرف به میزان مساوی آب یکی هم که مخلوط کردیم میذاریم روی حرارت ملایم من هم میزنم که شکرش حل بشه حرارت رو من به خاطر این میگم ملایم که اگر با حرارت تند ما بذاریم این شکر رو آب بجوشه باعث شکرک زدن میشه این شربت شربتی هستش که چون الان دیگه
فردا ماه رمضان هم میشه، ما میتونیم برای افطار استفاده کنیم که خیلی هم جلوی گرما آتش رو میگیره. مامان من همیشه سحرا هم درست میکرد، شربت سکنجبین رو وقتی که حالا درست میکرد آماده میکرد، آب بریخت داخلش و خیارم رنده میکرد. من برنامه های قبلی اون مدلش هم براتون توضیح دادم، خیارم رنده میکرد داخل پارچ، یخ میریخت و وقتی که سحریمون رو میخوردیم یکی یه لیوانم از این بهمون میداد. افطارم همینطور میگم خیلی جلوگیری میکنه از آتش، مخصوصا تابستون، و کلا برای صفرا خیلی خوبه، خیلی خواص زیادی داره شربت سکنجبین. و اینکه با عسل هم درست میکنن، اون به اون ترتیب هستش که ما نعنامون رو همونطور که گفتم میبندیم، سرکمون رو میریزیم روی نعنا، یه جوش خیلی کم، یعنی جوش که اومد خاموش میکنیم، میذاریم سرد بشه و بهش یک لیوان ما عسل اضافه میکنیم، یعنی یک لیوان سرکه یک لیوان عسل اضافه میکنیم. نکته دیگه ای که داره، اگر شما میخواید، من الان سرکه خونگی استفاده کردم، سرکه سیب خونگی استفاده کردم، اگر میخواید که خیلی شفاف بشه سکنجبینتون، میتونید از سرکه سفید استفاده کنید. ولی خب همینطور که میدونید سرکه سفید صنعتیه و سرکه خونگی خیلی بهتره که استفاده کنیم. من یه بارم با سرکه مامان درست کردم، سرکه قرمزه مامان، یه حالت صورتی خیلی خوش رنگی گره. مدام دور ظرف رو ببینید، یه برس بردارید یا با آب لیمو یا همون سرکه آغشته کنید. همینطور که این داره آروم آروم میجوشه، شما به دورش اینو بزنید که این شکرها به دیواره نمونه و باعث شکرک زدن بشه. دومین نکته اینه که بذارید خنک بشه و بعد بریزید توی شیشه، به خاطر اینکه اونجوری داغ باشه بخار میکنه و باعث شکرک زدن میشه. این نکته اینه که اگر حواستون باشه شکرک نزنه. تا زمانی شربت ما باید آروم بجوشه که ما وقتی که با دوتا انگشتمون یکم ازش بر میداریم به این حالت بشه، به اصطلاح میگن نخ بده. حالا من چون نعنا اضافه نکرده بودم و نداشتم، عرق نعنا میریزم داخل این شربتمون و همینطور سرکمون رو. بذاریم یک کم دیگه با سرکه بجوشه تا کامل سرکه هم به خورد شربتمون بره و در آخر ما زعفرون رو اضافه میکنیم. به به، چه رنگی شد این شربت رو اگر برای تابستونتون هم درست کنید خیلی پرخاصیته و بهتر از شربت‌های بازاری هست که خب بالاخره رنگ داخلش استفاده میشه و دیگه خواص این شربت سکنجبین رو نداره. یکم که با سرکه جوشید، به اندازه 2 الی 3 دقیقه جوشید، میذاریم خنک بشه و میریزیم توی ظرف. شربت ما درست شد، گذاشتیم کامل خنک بشه، چون گفتم اگر داغ ما بریزیم توی ظرف باعث میشه که شکرک بزنیم. بعد میریزیم داخل ظرف، حالا این شیشه های مربایی، و توی یخچال نگهداری میکنیم. من الان براتون میریزم توی این کاسه. ببینید چقدر شربت ما خوشگل شد. از شربت سکنجبین ما که میتونیم توی سفره افطار ازش استفاده کنیم، با یکم خیار رنده شده عالی میشه، خوشمزه و پر از خاصیت. و همینطورم میتونیم که هر وقت هم که با کاهو میخواییم استفاده کنیم، این شربت سکنجبین رو آماده داریم. امیدوارم که از این شربت هم خوشتون اومده باشه و آغاز ماه رمضان رو هم به همه مسلمانان جهان تبریک میگم و امیدوارم ماهی پر از برکت و سلامتی رو در پیش داشته باشید. دوستان از دعای خیرتون من رو هم بی نصیب نذارید و اینکه سابسکرایب و زنگوله یادتون نره. به خدای بزرگ میسپارم بهتون، خدا نگهدار. Thank you.
Thank you.